پارت هفتم گل‌های شما. توی این ویدیو همانند پارت‌های قبلی قراره که گل‌هایی که شما واسه من چندین روز پیش فرستادین و توی اینستاگرام اعلام کردم که گل‌هاتون رو بفرستین، چون ویدیوی قبلی که پارت قبلی همین ویدیو باشه 800 تا لایک گرفت و توی ویدیو قبلی گفته بودم که اگه اون ویدیو 800 تا لایک بگیره این پارت رو می‌سازیم و اون 800 تا لایک گرفت این پارت رو قراره بسازیم. طبق روال قبلی قراره که یک نفر از بین این گل‌ها انتخاب بشه و بهش پوشکاش بدیم، اما شاید توی این ویدیو من دو نفر رو انتخاب کنم و بهشون جایزه بدم، یعنی 2 تا 100 تومن. و واقعا اگر دوست دارین که پارت بعدی گل‌های شما ساخته بشه، هر چی زودتر باید این ویدیو برسه به 1000 تا لایک و اگر زودتر برسونیم من هر چی زودتر می‌ذارم و جایزه هم می‌برم بالاتر. پس بدون معطلی بریم سراغ خود ویدیو. خب اولین نفر آقای محمد طاهای شاه سونده، بریم هم دیگه ویدیوش رو ببینیم. خب ادیت زده، آهنگ گذاشته روش، دروازه‌بان رو گرفته است. خود من فکر کردم مستقیم میره، خیلی قشنگه بابا. یه بار دیگه اینو ببینم، از دروازه‌بان سانت کردم، من فکر کردم نه اینجوری نیست، من فکر کردم خود دروازه‌بان میخواد مستقیم بزنه. چه سانتی، چه گولی، چون هنوز این اولین ویدیوه پس باید بیاد رنگ یک دیگه، چاره ای نداریم، باید بیاد رنگ یک. آقای آمتاها شاه سبن توی این ویدیو 3 تا نکته داشت، یکی پاس گل خیلی بلند و طولانیش بود، یکی این که توپ رو سرزرب زد توی دروازه، سمت چپ دروازه هم داد، یعنی وسط نزدش و این خودش 3 تا نمره داره. این هم بهتون بگم اگر پارت های قبلی رو ندیدید، ویدیوهایی که شما میفرستین خیلی زیادن، شاید 300 تا بشن، شاید 300 تا 400 تا ویدیو بشن، ادمین اینها رو بررسی میکنه، من همشون رو رکورد میکنم، منتها ویدیوهایی که واقعا خیلی بهتر از یه سری ویدیوهای دیگه باشن اونها توی ویدیو قرار میگیرن، فقط یک سری از خیلی بهترینان که پوشکاش بگیر میشن. پس ویدیویی بفرستین که دیگه مثلا آردو نباشه، مثلا از زاویه های مختلف آردو میزنید، دیگه همه آردو رو میزنن، دیگه کسی نیست که نتونه آردو بزنه از پشت محوطه جریمه. پس گل‌های بفرستین که واقعا چالشی باشه و تا حالا زده نشده باشه، یا اگه زده شده درصد کمی باشن که بتونن این گل رو بزنن که بتونی پوشکاش بگیری. ویدیوی بعدی از آقای امیرحسین قمری 13 ساله از تهران، ببینم پی اس موبایل صداش خیلی زیاده. ناکل شات زد از وسط زمین، ببین اگه این ویدیو واسه خودت باشه یعنی خیلی دیگه، خیلی خوب زده خوه تو پی اس موبایل ناکل شات، خیلی خوب زد، خیلی خوب زدش. الان ما چیکار بکنیم؟ آیا به جای آقای شاه سمن بیاریمش که پاس خیلی بلند و سرزرب زد؟ ببینید اگه به بر اساس جزئیات بخواید حساب کنین، جزئیات اون یکی گله بیشتر بودش، پس این یکی گل بعد بیاد رنگ 2. ویدیوی بعدی از آقای حامد طاهریان، دوباره توی پی اس موبایل زده شده با پاس گل وراتی، آقای لواندوفسکی زده، اوه انداخت از بالای سرش، برگشت با پای غیر تخصصی زد زیر تا خورد. یه بار ببینیم، پاس اومد بهش، یه دونه انداخت بالا سرش با پای غیر تخصصی زیر تا. گل سختی بود مخصوصا توی پی اس موبایل چون خیلی سخت بود، اما نمیدونم به جای امیر حسین بیارمش یا نه، یا به جای آقای شاه سبن بیاریمش. دیتیلش خیلی بیشتر بود، جزئیاتش، با پای چپش هم زد، تازه لواندوفسکی زیر تا هم خورد. به نظرم این گل بیاد فعلا رنگ 3 قرار بگیره. گل بعدی از آقای علیرضا هستش، فامیلیش هم نگفته، نگفتم از کجا هستش. از اینجا که اصلا معلوم نیست چی شد، توپ اومد با پای چپ از وسط زمین سرزرب زد تو گل. آقا این گل هم خیلی گل خوبی بود، اگر بخوام با گل امیر حسین قمبری که ناکل شد از وسط زمین پی اس موبایل زدهش رو با این مقایسه بکنم، قطعا این باید بیاد جای امیر حسین قمبری، چون این گل هم با پای چپ زد رونالدو، هم از وسط زمین بود، البته اونم از وسط زمین بود. نکته دومش اینه که این گل سرزرب زده شد و با پای غیر تخصصی، روی هوا بود تو پسن. پس مجبوریم آقای امیر حسین قمبری رو حذف کنیم و آقای علیرضا رو بیاریم بجاش. شنتیا نمیدونم واقعا اسمش درست میگم یا نه، نمیدونم. بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم، دوباره توی پی اس موبایل رونالدو توپ رو گرفته، ان شاءالله که ویدیو واسه خودش باشه، خودش که گفت ویدیو واسه خودمه. ببینم با رونالدو تا اینجا میخواد چیکار بکنی مثلا. جان چقدر خوب زد، با رونالدو اینجوری بزنی از کورنل کاتزار خیلی هنره. راستی اگه میخواین که برنده ویدیو قبلی رو ببینید که پولش واسش واریز شده، حتما آخر ویدیو ببینید که فیش واریزی و صدای خودشو میدونم که گفته پولو تحویل گرفته. اما راجع به این ویدیو بسیار تحریک آمیز و عالی بودش، یعنی این ویدیو واقعا حرف نداشت، ندیده بودیم مثلشو.
به نظر من باید آقای حامد طاهریان که با موبایل لواندوفسکی توپ رو انداخته و بالا سرش زدش سیر تا با پای غیر تخصصی حذف بشه، به خاطر اینکه اون گل فاصله نزدیکتری به دروازه داشت و گل کردنش آسان‌تر بود. باید این گل رو بیاریم به جای اون گل، یعنی رنگ سوم. ویدیوی بعدی از آقای حمید رضایی توی پی اس موبایل توپ برگشت داده میشه. چه گلی زد، چه جوری شد اصلا؟ توپ همینجوری ساند شد روی پاش، اینم سرضرب زد، حالا از چیپ گرفت اصلا توپ. ببین این گل من دارم نگاه میکنم، گل خیلی خوبیه، ولی نگاه کنی زمانی که توپ بهش میرسه بازیکن ازش دوره، یعنی خیلی بازیکن بهش نچسبیده و گل خیلی لول بالاییه. اما چون ما یه سری از گولا اینجا داریم شاید نتونیم بیاریمش تو رنگ ها. بذار ببینم، من ترجیح میدم که این گل رو بیارم به جای گلی که علیرضا با موبایل زد از سر ضرب زدش با رونالدو از وسط زمین توی گل. باید این گل بیاد به جای گل علیرضا، چون این گل زحمتش بیشتر بوده. میاد رنگ دو این گل حمیدرضا. بریم سراغ ویدیوی بعدی از آقای الیاس صابری. گفته گلم رو با منفیس دیپای زدم آکروباتیک. ببینم چیکار کردی، چه گل آکروباتیکی زدی عزیز؟ صدا نداره ویدیو. اومد همینجوری سانت، چه گولی. یه بار دیگه بگیرم، مثل گل رونالدو بودش تو پرتغال زد، خیلی گل قشنگی بود آقا، مخصوصا اینکه زاویه بسته هم گل کرد، سر ضرب زاویه بسته گل آکروباتیک. سه تا امتیاز داره گلش. آقا به نظر من باید بالاخره شنیت ها که گلش رو از سمت کورنل اومد زد توی گل باید حذف بشه، یعنی فقط با رونالدو مثلا یه دونه آردو زدش دیگه. اما این ویدیو به دلایلی که گفتم قطعا لولش یک مقدار بالاتر، گرچه که همتون لولاتون بالا، واقعا بدون اقراق میگم. پس این گل باید بیاد به جای آقای شنیتا یا خانم شنیتا که رنگ سوم میشه. سلام داداش، من این گل رو توی موبایل زدم ولی خیلی قشنگ بود. محمد از بجنورد. ببینم سانتر کرده روی دروازه، چه گولی با پای غیر تخصصی زاویه مخالف. این گل باید با گل آقای الیاس صابری که با منفیس دیپای زد دقیقاً مثل همین گل رو مقایسه بکنیم. گلش هم قدرت بیشتری داشت، هم بالاتر زده شد تیر دوم، ولی اونم زاویه بسته زد، یعنی دوتاشون خیلی خوبن. با پای غیر تخصصی زد آقا، منفیس دیپای با پای تخصصی زد، پس اینجا این گل باید بیاد به جای اون گل، یعنی آقای الیاس صابری باید حذف بشه. امیرعلی کریمی از کاشان قیچی برگردون زدم با تارمی. چه گولی زد مهدی چه کار بکنیم؟ ها بازیکنه رو نگاه، به ازانش هسته. یه لحظه من ببینم گولی که زد چجوری رفت، کجا رفت؟ به هیچ کس نخورد، با اینکه سه نفر تو دروازه بودن. خیلی هم بین خیلی از بازیکنان این شوتو زد. ببین از بین چند تا بازیکن زد شوتش و چجوری زد که بدون اینکه به هیچ کس بخوره بره رفت تو گل. و این گل باید بیاد به جای گل محمد از بجنورد که گلش رو با رونالدو زده بودش، یک گل زیبا زده بود، متاسفانه باید بیاد به جای اون. گل بعدی از آقای آرمان از تهران، آخرین گلمونه، آخرین گل آرمان، آقای آرمان خان. هو عوض، وای چه گلیه چه پایی عوض کرد. دیمبله است نه؟ یا نه یکی دیگه است. چه پایی عوض کرد این وسط، دو تا بازیکن دریبل شدن، سه تا چهار تا. خیلی خوبه این گل. ببین آخه گل انفرادیه، گل انفرادی نداشتیم. الان من رسیدم الان به ته خط. گل شاه سبن به نظرم همچنان باید رنگ یک قرار داشته باشه، چون سانتر از پشت بازیکن ارسال شده، از بدون اینکه یعنی تو بخور زمین سر ضرب زدیش، یعنی وسط هم نزد، یعنی زد جایی که دقیقاً می‌خواست بره و این خیلی نمره بالایی داره. از پشت ارسال شده، از کجا تازه؟ از محمد جمعی خودشون، از پشتش بازیکن اومده سر ضرب زده تو گل، جای مناسبم زده. این باید رنگ یک باشه. رنگ‌ها مشخص شدن، آقای محمدتاها شاه سبن که یک پاس گل داده بود از دروازه، اون رنگ یک قرار میگیره. رنگ دو متأسفانه حمیدرضا رضایی، به خاطر اینکه سر ضربی که شوت سر ضربی که زدش یه حالت چیپی گرفت، انگار که روی پای بازیکن نشسته، حذف میشه. و گل آقای امیرعلی کریمی از کاشان که با تار میزد میاد رنگ دو، و این گل میاد رنگ سه. و همونجوری که اول ویدیو گفتم، چون این ویدیو گل‌های خیلی خفنی بودن، حتما من به رنگ اول و دوم هر کدومشون 100 تومن میدم.
اما باید تا 24 ساعت آینده شماره کارتتون رو بفرستین و تا اون موقع هم حتما کسایی که این ویدیو رو دیدن بگن که این گل واسه خود این افراد بوده یا نه. حتما اگر دوستان یه پارت بعدی گل های شما رو بسازیم با جایزه های بیشتر باید این ویدیو به 1000 تا لایک برسه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی. سروش محمدی ام جایزه واریز شد. خیلی تشکر ویژه دارم از آقا مهدی به خاطر چنل خوبش و واریز جایزه.